ببین، من کارتو را میندازم بری، اما باید بفهمم عجلت واسه چیه. اینجوری بهتر میتونم کمکت کنم. فرقی نمیکنه تو بدونی یا نه، مثلا اینی که من دیگه پولی ندارم بهت بدم. هنوز چک تو وصول نشده، پس من دارم باهات رفاقت میکنم. ببین آقای شاهین فرشیدی، چند روز پیش مأمور به اسم منوچهری اومده بود دفتر، در مورد تو داشت سوال جواب میکرد. من نمیدونم برای چی. منوچهری؟ چی میگفت؟ گفت رو پرونده قتل داره کار میکنه، ولی من نمیدونم با تو چه ارتباطی داره. آقا شاهین، من باید بفهمم تو چی کار کردی، اینطوری بهتر میتونم ردت کنم. نمیخوای تو فرودگاه بگیرنت که؟ شاید باید قاچاقی ردت کنم. من اشتباه کردم، اشتباه محض. من که نمیخواستم لیلا بمیره، من بهش علاقه داشتم، خیلی زیاد. خواستم باهاش ازدواج کنم. لیلا کیه؟ هم کلاسیم بود. خدا، اون فقط یه اتفاق بود، نمیخواستم اینجوری بشه. چی کار کردی پسر؟ اون روز دانشگاه خیلی شلوغ بود، همه تحصن کرده بودن، مثلا چهار میدادن. من رفتم رو پشتبون دانشگاه، یه دفعه دیدم یه ماموره داره میره، لیلام دنبالش. خب من که نمیدونستم چی شد، یه سنگ برداشتم که مثلا بزنم رو کولر کنار پنجره صدا بده حواس ماموره پرچه. سنگ خورد تو سر لیلا. من بیشتر از هر چیزی بهش علاقه داشتم. از اون شب هر شب داره بیاد به خانه، خونوادش همش جلوی چشم. من قاتلم، قاتل. ولی جانی که نیستم، اینو کی باور میکنه؟ من باور میکنم. میبینی؟ آره میبینم. خوشحال نیستی؟ چرا؟ ولی یکاش لیلا هم زنده بود، جاش خیلی خالیه. چیزی شده؟ من میتونم کمکی کنم؟ بالاخره یکی منو دید. من نمیگم همه چیز عوض میشه، ولی اوضاع اینجوری نمیمونه.
لیلا هم زنده میشه؟ نه، ولی میتونیم دنیایی بسازیم که توش برای هیچ لیلایی این اتفاق نیفته. ممنونم دکتر. تازه واکس زدی؟ سلام عزیزم. سلام شریف. سلام آقای مرادی، برو دفتر من، خبر خوش برات دارم. بفرمایید خانم. این چیه دکتر؟ گزارش کمیته تخلفات اداری. بر چی؟ یعنی شما خبر نداری؟ از شما انتظار نداشتم خانم. سلام خانم پرمرزی. سلام. ببخشین حمید مرادی رفتن دفتر دکتر شریفی؟ بله. من میتونم اینجا منتظرش بمونم؟ علاف میشی یا؟ باشه، پس میرم بعدا زنگ میزنم. باشه، خدافظ. ریحانه. ریحانه. کجایی؟ چرا جواب نمیدی؟ ببخشید اصلا نشد. اشکال نداره. فریدو دیدی یا نه؟ نه. منوچهری گفت به نفعشه که تا ظهر تو کلانتری بمونه. گفت طرف شرخره، خطرناک، ممکنه تهدیدش کنه. مامانش و خواهرش چی میدونن؟ گفتم خونه ماست. تعجب نکردن؟ نمیدونم. حالم اصلا خوب نیست. نمیدونم چرا این ماجراها تموم نمیشه. نگاه. چرا؟ تموم میشه. فرید میگفت واسه آخر ماه بلیت رزرو کرد. من هم دیشب باز با حمید دعوام شد. البته بعد این زنگ زد از دلم در آورد. میدونم کار مامانش بود نه خودش. ولی مهم اینه که الان رفته پیش دکتر شریفی حرف بزنه. واسه کارش؟ دکتر شریفی مهره مار داره. بابام همه چی رو بهش گفته. امیدوارم که بمونه. منم امیدوارم. سلام مامان. حمید جان، من دستور فوری گرفتم که کارهای تحقیقاتی دانشکده رو اندازی کنم. ما 10 تا پروژه داریم، چه توی کارشناسی، چه توی ارشد، چه تو مقطع دکترا. باید همش سری رو اندازی بشه. به مالی دستور دادم که همین امروز براتون چک بکشه. پول زیادی نیست. ما خیلی بیشتر از اینا باید خرج مملکتون بکنیم. من 10 میلیون تومان لازم دارم. البته یه مقداری از جیب خودم خرج کردم. 10 میلیون تومان چیزی نیست. من جورش میکنم. زیر سنگم شده برات جورش میکنم. به چیزی که نیاز داریم آدمای مثل توه. این مملکت به نخبه ها و مغزاش احتیاج داره. میدونم نامهربونی کردن باهات. تو مهربون باش. میفهمم بعد از مرگ خانم اصلانی کارا از هم پاشیده، همه چیز سخت شده. گروه رو جمع جورش کن. منم کنارت هستم. شونه به شونه باهات میام. اما تو چی؟ تو میمونی؟ اختیار با خودته. اما اگه خواستی بری باید حق و حقوق کارت رو به هم کلاسیات واگذار کنی. اونها هم خیلی زحمت کشیدن. بله. چشم. خلاصه ما همه جوره در خدمت. ممنون. موفق باشی. حمید. نگران نباش. من همه جوره هوا تو دارم. با عزت. آقای منوچهری. آقای منوچهری. بله. سلام. سلام. از آقای تفنگچی چه خبر؟ فرید امروز آزاد میشه. در ضمن طالبی رو هم دستگیر کردیم. شما خیالتون راحت باشه. شما خیلی زحمت کشیدین سرگرد. واقعا نمیدونم چه جوری باید جبران کنم. اختیار دارین. من وظیفه‌مو انجام دادم. با اجازهتون. سرگرد. بله. از شاهین چه خبر؟
خبری داری؟ اونم دستگیر کرده. برای چی؟ بهتره ندونید. تو رو خدا بگین سر برد. عجله نکن، میفهمی. سلام سر برد. سلام. میبخشید نازنینم دستگیر شد؟ به چه جرمی؟ اون وکیل همسر شماست. تازه اگه بخواد میتونه با سند رسمی که داره درخواست حق و وکاله کنه. با اجازتون. خدا نگهد. باورش برای همه سخته. شاهین حال روز خوبی نداره. یه دکتر روانشناس با یه دکتر عمومی ازش مراقبت میکنن. اعدامش میکنن سرگور؟ توی گزارش منو بازجویی بازپرس هر دو به اتفاقی بودن قتل اشاره کردیم. من یه سری مدارک و اسناد دال برای اینکه شاهین علاقه ای به لیلا داشته تو پرونده آوردم. امیدوارم که قاضی پرونده به همین نتیجه برسه. و اگه نرسه؟ قتل عمده. قصاص میشه. اگه خانواده اصلانی رضایت ندن، بله. در حقیقت من اومدم اینجا که بهتون بگم هر کاری از دستتون برمیاد برای شاهین انجام بدین. خانواده داغداره. سخت میشه ازش رضایت گرفت. من رو کمک تو حساب کرده بودم ناصر. نباید بذاریم فاجعه دوتا بشه. شما چند وقت فهمیدین که کار شاهین بوده ولی نگرفتینش؟ به هر حال در بازجویی که از شاهین داشتم حرفای زد و نقیز میزد. یادش میرفت. استرس داشت. خودشو منسوب به مقتول کرده بود. اما خانواده مقتول از اون بیخبر بودن. از زیر قراره که باش میذاشتن فرار میکرد. حتی پذیرفتن مبلغ سنگین برای خروج از کشور. خب اینا چیزایی بود که باعث شد من نسبت به شاهین مظنون بشم. خودتون بهتر میدونید که کار تو دانشگاه سخته. نمیشه که از همه دانشجوها و کارمندا اثر انگشت گرفت. باید هر چه زودتر خانواده اصلانی رو ببینم. قبل از اینکه قاضی حکم صادر کنه. منم موافقم. باید هر چه زودتر این کار انجام بدی. امیدوارم که بشه. چون شاهین با مقتول بی ارتباط نبوده. در ضمن خواهر مقتول کمک خوبی به من کرد. حالا شما رو در جریان این قضیه میذارم. متشکرم سرگرد. اومدن شما باعث شد خیلی چیزا روشن بشه. ازتون ممنونم. اگر قتل همراه با بی احتیاطی باشه، قتل عمد محسوب میشه. انداختن سنگ به اون گندگی خیلی محتاطانه نیست. دیوانگی کرده، ولی قصدش آدم کشی نبوده. باید هر چه زودتر سعی کنیم رضایت بگیریم. من میتونم ترتیبی بدم که خواهرشو ببینی. یعنی چی دارم میگم؟ این منوچهری ولکن نیست. تو به اون چی کار داری؟ ببین اگه به دکتر شریفی گزارش داده باشه حتما به بابای تو هم گفته. پس تو میتونی بفهمی قضیه چیه. به هر حال هر کاری میخواییم بکنین سریعتر. ای قاضی پرونده حکم ده دیگه نمیشه کاری کرد. خب با اجازتون خداحافظ. خدا نگهدار. خداحافظ. همه چیز به هم ریخته. عجب اوضاعیه. خدا کنه بتونیم یه کاری بکنیم. ببخشید. دو تلفن تو جواب بده من رفتم. خداحافظ. الو سلام. فرید تویی؟ کجایی پسرم؟ آها. خب این که خیلی خوبه. میام دنبالت. باشه باشه خداحافظ. سلام. سلام. فرید بود. گفت یه ساعت دیگه آزادش میکنم. اگه کلاس نداریم بریم دنبالش. بریم. اینکه خیلی خوشحال نیستی من اومدم و این ناراحتین دوباره برگردم داخل. حالا شلوغش نکن. سرگرد بنوشهری هیچی بهت نگفت؟ گفت میخواد بره استراحت کنه. گفتم کارتون با من تموم شده. گفت آره مرخصی میتونی بری. ازش تشکر کردم. گفتم دلم خیلی براتون تنگ میشه. پس اصل ماجرا رو برات نگفت نه؟ اصل مطلب برگشت گفتش اعتراضاتون رفتاراتون یه خورده بچگانه بود. راستش از قضیه خیلی چیزی سر در نیاوردم. احساس کردم میخواد دستم بندازه. منم دنبالش رو نگرفتم. شاهین رو دستگیر کردن. به جهنم. مقصر مرگ لیلا اصلانی شاهین بوده. چرا پرت میگی تو؟ راست میگه. شاهین قاتل خودش اعتراف کرده.
الانم باید اعدام شه. تو مثل اینکه خیلی حالت خوب نیست آره؟ فرید جان، هیچ کدوممون حالمون خوب نیست. دکتر دستم انداختیم؟ شاهین قاتله. نگار خانم، میشه خواهش کنم این واژه رو دیگه در مورد دوستت استفاده نکنی؟ اصلا خوب نیست، میفهمی؟ نه نمیفهمم. ما چرا باید رو کارهای خلاف شاهین سرپوش بذاریم؟ اون مقصره. مقصر مرگ لیلا، مقصر جدایی من از حمید. هر بلایی سرش بیاد حقشه. حقیقت داره؟ حالش چطوره؟ یکم کوفتگیه، چیزی نیست. پاشو کرده توی کفش، میگه طلاق میخوام. حمید، به نظر من برو باش حرف بزن. چشم، بایزتون. سلام. سلام. من اومدم بهت بگم که اگه تو نخوای مشکلی نیست، جواب بده. خوبی؟ آره خوبم، چیزی نیست. هول شدم، یکم فشارم افتاد. من ازت معذرت میخوام. چرا؟ حتما کار واجبی دارن، جوابشونو بده. نه، بچه هان میخوان حال تو بپرسن. ول کن بابا، بیخیال شو. آب از سر ما گذشته. با اعترافات آقا شاهین که ما رو از کار انداختن بیرون. ببینم تو میتونی یه کاری بکنی منوچهری بیاد سر وقتمون بندازتمون زندان؟ منوچهری بیجا کرده. من وکالت رسمی دارم ازشون، رضایت دارم. نمیخوان نرن. ولی بعد پول منو بدم. بابا این پسره نمیخواد جواب بده. اگه میخواست جواب بده تا حالا جواب داده بود. بیجا کرده. بالاخره جواب میده. بله. سلام پروفسور بدقول، مثل که یادت رفته خبری از ما بگیری. فکر میکردم بازداشت شدی. برای چی؟ من که گفتم کار ما قانونیه. آخه شنیدم رئیستونو گرفتن. ولی من بیرونم، الانم دارم با تلفن خودم باهات تماس میگیرم. فقط خواستم بهت یادآوری کنم که تا رفتن 12 روز بیشتر نمونده. من باید یکم فکر کنم. فکر کنی؟ واسه فکر کردن تو دیگه خیلی دیر شده. من برات فکر کردم. ببین خانم جمشیدی، من به مشکل خوردم. حال همسرم خوب نیست. یه سری مشکلات خانوادگی دارم. از یه طرفم میخوام روی پروژم کار کنم تا تموم شه، تا اگه میام خارج از کشور دست پر باشم. داری بهونه میاری شازده. میخوام بهت بگم برای من مهم نیست تو چه تصمیم میگیری. فقط اگر نمیخوای بری، همه هزینه‌هایی که دادم و به علاوه حق الوکالت باید پرداخت کنی. مفهومه؟ ما همچین قراری نداشتیم. قرار بود همه چی رایگان باشه. به شرط اینکه مثل بچه های خوب 15 فوریه اونجا باشی که من بتونم پولمو بگیرم. در غیر این صورت باید خسارت بدی. خسارت؟ آره خسارت. نمیفهمم. بعدم باید تماس میگیرم. بهتره بلافاصله جواب بدی، وگرنه ازت شکایت میکنم و مطمئن باش که محکوم میشی. شما داری منو تهدید میکنی؟ اینو خوب فهمیدی. به هر کسی هم که میخوای بگو. فعلا. همین کی بود؟ هیچکی، یکی از دوستان. نتیجه؟ مثبته. من گرسنمه، چیزی میخوری؟ نه، ولی فقط بهتره سراغ اون رستوران گران قیمت نری. فقط وضع مالی خیلی خراب. وضعمونم خوب میشه، بهت قول میدم. باشه نینا رو که میخوای پس بدی؟ هر وقت تونست از زندان بیاد بیرون. فعلا که زیر پای ماست.
شما نباید مزاحم دکتر شریفی می شدید. ایشون به گردن خواهر من خیلی حق داشتن. ولی من نمیتونم هیچ قولی به شما بدم. من خانم اصلانی به وظیفه‌ام عمل کردم. نمیتونستم ببینم یه نفر دیگه از بین بره. از بین بره؟ اون قاتل خواهر منه. تمام زندگی ما رو نابود کرده. قاتل یک نفر نیست، قاتل سه نفره. میدونم. حق با شماست. توی این قضیه چشم امید ما به لطف خانواده شماست. این کتاب رو میشناسین؟ من این کتاب رو داده بودم به سرگرد منوچهری. با کلی خواهش این کتاب رو ازشون گرفتم. دیشب تا صبح بیدار بودم. نه به خاطر این کتاب، به خاطر چیزی که ابتدای اون نوشته شده. برای لیلا از طرف مجنون تو شاهین. خیلی گریه کردم. میدونم به هم نمیاد، ولی خیلی گریه کردم. هیچ لیلایی دلش نمیخواد مجنونش بمیره. هیچ مجنونی هم دلش نمیخواد لیلاش بمیره. کدوم مجنون؟ مجنون لیلا کش؟ متاسفم جناب دکتر، من نمیتونم هیچ کمکی بهتون بکنم. من برای شما و اشکاتون ارزش و احترام خیلی خاصی قائلم، ولی نه به اندازه اشکای مادرم و حتی پدرم. میدونم احساس من رو به روی منطق شما کم میاره. میفهمم، به حق رو شما میده. با اجازتون. خانم اصلانی، من هیچی نمیدونم. هنوز هیچی از آداب رسوم مملکت شما رو یاد نگرفتم. هنوز معنی بعضی از کلمات اصلا متوجه نمیشن. اما یه چیزو خیلی خوب یاد گرفتم، اونم اسلام بود. دینی که به من مهر و محبت بخشندگی رو یاد داد. ببخشید من عجله دارم. خانم اصلانی، یه لحظه خواهش میکنم به حرفای من گوش بدید. هولم نکنید. ببینید، من توی این مدت خیلی خیلی اشتباه کردم. اما خب استاد سلیمانی به من یاد دادن. من تازه مسلمون شدم. ازتون میخوام به من ثابت کنید که پیرو پیغمبری هستید که رحمت للعالمین بود. همونی که وقتی دشمنشون رو سرشون آشغال نریختن، فهمیدن مریض شد و رفتن به عیادتشون. خانم اصلانی، به من ثابت کنید این دین دین محبته. خواهش میکنم به من ثابت کنید. مایک بی خودی محمد علی نشد. ببینید، با اون توضیحاتی که من از شاهین به شما گفتم، من خودم اصلا از شاهین خوشم نمیاد، ولی فکر کنم این فقط یک اتفاق بود. ببینید آقای محمد علی، شما ها یه چیزی رو از من میخواین که من به تنهایی تصمیم گیرنده اون نیستم. ولی مادر من زن مهربونیه، پدرم هم یه مسلمون درستکاره. فکر کنم شما با این صداقتی که دارید، اگه بیاین باشون حرف بزنید حتما رضایت میدم. دیگه من باید برم، دیر وقته. خدا نگهد. خداحافظ. خداحافظ. یادم رفت خواستگاری کنم. الان فرصت مناسبی نبود. بعدن به وقتش خودم این کارو برات انجام میدم. به حالت قبطه میخورم. کاش منم مثل تو بودم. بهت گفتم دیر نکن آقا پسر. ببخشید که دیر شد. چیه؟ دیشب خواب آشفته دیدی؟ من خیلی کار دارم خانم جمشیدی. مگه من بیکارم؟ تو فکر کردی کی هستی که هر وقت خواستی بیای بگی میخوام برم و بعد دوباره بزنی زیرش؟ ظاهرا من بهتون بدهکار شدم. نه خیلی هم بدهکاری. حساب تو دوستت فرید بالای 15 میلیونه. 15 میلیون؟ آره،
کلی هزینه ویزا و وکیل و بلیط شده. تازه دستمزد و حق البکالای منم هست. چیه؟ نداری بدی؟ نه. خب پس راتو بکش برو پسر خوب. بابا برو خارج زندگی تو بکن، درستو بخون. من که نمیخوام تو رو آزار بدم. ما با هم یه قرارداد نوشتیم. اگه بخوای بزنی زیرش مثل هر قرارداد دیگه باید ضرر و زیانشو بدی. خب آخه ببین آقای مرادی، تو تحت تأثیر رفتار همسرت نمیخوای بری، درسته؟ نه. دروغ میگی. حالا که اینطور همسرت مخالف رفتنته، بفرمایید خسارتش هم بده. خسارت زنزلی بودن تو و خواهشای همسرتو که بنده نباید از جیبم بدم. خیلی بهت علاقه داره، بگو ماشینش رو بفروشه. همسر من داره از من جدا میشه، اون وقت شما فکر پول خودتی؟ نه، میخوای به فکر جدا شدن تو باشم. من مریضم، باید برای معالجه برم خارج. اگه بخوام واسه همه مجانی کار کنم که نمیتونم خرج سفرمو در بیارم. اصلا مگه تو به فکر من هستی؟ نه. خیلی خوب. پس مشکل من مشکل منه، مشکل تو هم مشکل توه. خودت هم میتونی حلش کنی. باشه. اما من یکم وقت میخوام. و البته کمک. از من کمک میخوای؟ آره. میخوام با همسرم صحبت کنید، بهش بگید بین ما چیزی نبوده. من چه بیام چه نیام دوست ندارم راجبم فکر بدی بکنم. به به. چه پسر با وفایی. ولی بهت توصیه نمیکنم این کارو بکنی. امروزم نمیخواستم بیام. اون ما رو با هم دیده و داره فکر بد میکنه. ازتون میخوام این مشکل رو حلش کنی. باشه. ولی اگه کارتون به این خاطر داره به جدایی میکشه، بهتره ببریش دکتر. برای چی؟ برای اینکه یا خیلی بهت بدبینه یا زیادی بهت علاقه داره. بله. خیلی خوب، کجایی تو؟ الان میام. خوب گوش کن، وقت زیادی نداری. اگه از موعد بلیتت بگذره و نرفته باشی ازت شکایت میکنم. بعد میبینیم. خداحافظ. تو میخوای بری دانشگاه، برو. من اینجا با حمید قرار گذاشتم. من نمیفهمم این نگار چشه. دیگه داره بی خودی به همه چیز گیر میده. بابا حق داره. دیدی جدیدن چطوری برخورد میکنه؟ اصلا رفتارش عوض شده. من میرم، چون اصلا حوصله حمیدو ندارم. یادت نره بابا چی گفت؟ بهش بگو حتما با نگار صحبت کنه. اصلا دوتایی با هم برم پیش بابا. حواسم هست. به سلامت. خدافظ. سلام. سلام. خیلی داری میدویی، تأخیر داشتیم. ریحانه چی رفت؟ گفت حوصله تو رو ندارم. جدی؟ پس چی؟ پسر خوب، یه ساعت دیر اومدی. گاومون زاید فرید. بدبخت شدیم. چرا؟ جریان چیه؟ بیا برات تعریف کنم. عین ماس میمونه. من نمیدونم کی به اینا میگه نخبه. حرفی میزنی ها؟ چی شد حالا؟ زنم داره طلاق میگیره، بیا برو باهاش صحبت کن. بابا هر چی من میگم اصلا تو باغ نیست. منم میدونم باهاش چیکار کنم. چیکار میخوای بکنی نازنین؟ میخوام با زنش صحبت کنم. نکن نازنین، دختر گناه داره پس میفته. ولم کن بابا، دختر مردم، پسر مردم، مردم. خسته شدم از بس به اینو فکر کردم. کی به من فکر میکنه ها؟ ببین من فقط میخوام کارمون خرابتر از این نشه. حالا چرا جوش میاری؟ فقط باید تا فردا صبر کنی. میدونم جمله‌ای که میخوام بگم تکراریه، اما همیشه میگن لذتی که در عفو هست در انتقام نیست. ممکنه که این جمله تکراری باشه، ولی حسش برای من تکراری نیست. در صورت جناب سرگرد، خیلی ازتون سپاسگزارم که این کارو پیگیری کردید و به نتیجه رسوندید. خواهش میکنم. این شغل منه، باید از شما و خانوادتون تشکر کرد. پدرم رضایت نمیداد، حتی زمانی که آقای محمدعلی فامیلش خاطرم نیست اومدن خونه ما، بابا برخورد خیلی بدی با ایشون کرد. ولی انقدر این آقا التماس کرد و خواهش کرد تا مادرم رضایت داد، و زمانی که پدر فهمید مامان رضایت داده، حتی نزدیک بود روابط زندگیشون به هم بریزه، که دیگه با وساطت‌های دکتر شریفی و استاد سلیمانی و اصرارای مادرم به یه نتیجه رسید. الانم میدونم شاید سوال من هیچ فایده‌ای نداشته باشه،
ولی میخواستم یه چیزی ازتون بپرسم. خواهش میکنم بپرسی. واقعا فکر میکنید شاهین فرشیدی کارش عمدی نبوده؟ ببینید خانم اصلانی، من آدم های زیادی رو دیدم، قاتل دیدم، دزد دیدم، آدم دیدم که سواد زیادی دارن اما قتل انجام دادن. اما یقین دارم که شاهین به خواهر شما علاقه داشته و حالا با محبتی که کردین و این رضایت رو گرفتین، شاهین فرشیدی دوباره متولد میشه. شاید این قتل یه تصادف بوده، ولی اینو بدونید قتل همیشه برای خانواده مقتول یه قتل. بله میدونم سخته، اما هر قاتلی که جانی نیست. شما شاهین رو بخشیدین، اما شاهین حالا زمان میبره تا خودش رو ببخشه. این فرق شاهینه با یه قاتل حرفه‌ای. وقتی به مادرم گفتم لیلا هم به شاهین علاقه داشته، یه خوابی دیدن. به من نگفتن چه خوابی، ولی دیدم صبح با پدرم بحث داشتن که بیان رضایت بدن. پدر و مادرم نمیخواستن دیگه بیان دادگاه، بنابراین یک وکالتنامه رو توی محضر برای رضایتنامه تنظیم کردن تا من بتونم با شما بیام دادگاه. در ضمن جناب سرگردی، خواهشی هم ازتون داشتم. از طرف پدرم از شاهین فرشیدی خواهش کنید که برای تشکر خونه ما نیاد. میدونید که. بله چشم، حتما. راستی کی آزاد میشه؟ یه مدتی طول میکشه. خیلی ممنون، من باید برم. از طرف من هم از پدر مادرتون تشکر کنید. با اجازتون، خداحافظ. خدا نگهدار. عجب، چرا خانم هنوز آزاده؟ همش تقصیر خودمونه. ما بهش وکالت دادیم، باهاش قرارداد بستیم، بهش رضایت دادیم. به نظر تو راه دیگه ای میمونه؟ من که دیگه نمیام. دکتر سلیمانی با یکی از دوستاش صحبت کرده، قرار شده برم عسلویه بعد از پایان این ترم کار کنم. دکتر شریفی هم برگشته، فعلا همه چیز رو به راهه. اگه نریم این دختره ازمون خسارت میخواد. خسارت؟ من که پول ندارم، این که به دستمون نداره بیاد بکنه. بی خیال شدی فرید، من تو مخمصم، نگار ازم طلاق میخواد. تقصیر خودته. تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ باید به نگار میگفتی. اون روز توی کافی شاپ تو رو دیده. اینو دیشب ریحانه بهم گفت. خب نگار شک میکنه، حساسه. نفهمیدی؟ ببینم اینا از کجا فهمیدن ما رفتیم کافی شاپ؟ من گفتم. پس هرچی میکشم از دست توئه، نه؟ به تقصیر خودته که دلت میخواد یواشکی کار کنی. الانم چیزی نشده. امروز قراره برین خونه دکتر سلیمانی بشینید با هم صحبت کنید. قرار آشتیتون بده. نگار نمیاد. چرا راجع به چیزی که نمیدونی الکی نظر میدی؟ به ریحانه گفته که میاد. این دختره رو چی کار کنه؟ قضیهشو با دکتر در میون میذاریم. ای بابا، تو هم که هرچی میشه میگی با دکتر در میون میذاریم. چون تا الان هر چیزی رو بهش نگفتیم ضرر کردیم. توی قرارداد وکالت هم تو عجله کردی. الانم اتفاق نیفتاده. بیا بریم دانشگاه تا دیر نشده. بیا بریم. کجا میری دخترم؟ یه سر میرم دانشگاه. مامان جان با حمید حرف بزن، پشیمون بودا؟ پشیمون نیست، وگرنه دیروز بهش زنگ نمیزد. اینقدر خیالاتی نباش نگار جان. من خیالاتی نیستم. شما که دیروز نبودید ببینید وقتی موبایلی زنگ زد چجوری هول شد و خاموشش کرد. فکر من نمیفهمم. خیلی خب، پس برو باش اتمام حجت کن ماما. دیگه چه کاری اینقدر باش حرف بزنم؟ من که فکرامو کردم، تصمیمم هم گرفتم. اونم هر کاری دوست داره بکنه. خداحافظ. نگار جان، مامان، این راهش نیستا. تو واقعا رفتی ملاقات آقای فرشیدی؟ آره خب، خیلی هم سراغ فریدو میگرفت. کلی هم ازش معذرت خواهی کرد. میدونی من تازه داره از شاهین خوشم میاد. سر خوبیه. حیوانی الان بیشتر از یه من که تو زندان و هیچی نرفته ببینتش. خیلی آدم عجیب غریبی هستی. و عجیب بودنش اصلا مشکل ندارم، ولی آدم بودنش اذیتم میکنه. مرسی که بهم گفتی. حتما پیغام تو فرید بود. البته خودش هم داره میاد. جدا؟ آره. سلام. سلام. خیلی خب، من دیگه باید برم. خدافظ. نگار. نگار با تو هم چته تو؟ ریحانه من اصلا حوصله ندارم. حوصله منم نداری؟ حوصله هیچ کس رو ندارم، حتی خودم. خیلی خب، حالا امروز عصر که میخونه ما.
نمیدونم. فکر کنم الان نتونم حمیدو ببینم. آخه جرم و جنایت که نکرده. من با فرید حرف زدم. همه چیزو برام تعریف کرده. از روز کافی شاپ تا همین امروز. به خدا هیچ جریانی نیست. منم مطمئنم که حمید نمیره. یعنی دیگه دلیلی نداره که بره. خودت هم خوب میدونی که اگه قراره برن دوتایی با هم میرن. فرید که نمیره. پس مطمئن باش که حمید هم شل میشه واسه رفتن. پس دیگه قضاوت نکن. لجبازی هم نکن. بابا بذار دوتا بزرگتر بشنن با هم حرف بزنن ببینیم چی میشه. تو یه دفعه میخوای بری طلاق بگیری؟ آخه این که منطق نداره. وای ریحانه ببخشید ولی من اعصاب نصیحتتو اصلا ندارم. بیا یه امروز و لجبازی نکن نگار. حمید واسه چی انقدر راحت قبول کرد که به من وکالتنامه طلاق بده؟ حتما میخواست دست و پاش بسته نباشه. خب باشه منم طلاق میگیرم. کجا میری؟ میخوام برم درس بخونم. ما عصر منتظرتیم نگار. حالا تا عصر. بی منطق بازی در نیار. حتما بیا. بعد اگه نتیجه نگرفتی هر کاری دوست داشتی بکن. ببخشید این مفصلی باهاتون امتحان مهمه. خیلی مهمه. ببینید دکتر خدای نگفته نده. شما خودتون سر کلاس نرفتید. مملکت به مهندس بی سواد نیاز نداره. مفصل نیروگاهم همونطور که گفتم خیلی مهمه. دو تا راه حل دارید. یا میایید سر کلاس من در خدمتتون هستم همه رو میگم براتون، یا تشریف میبرید آموزش حذف میکنید. محمد علی. سلام استاد. سلام، خوبی؟ مرسی ممنون. چیکار کردی؟ استاد من رفتم در خونه خانم اصلانی. خونه خانم اصلانی؟ راجع به اون موضوع که چیزی نگفتی؟ خرابکاری که نکردی؟ نه استاد، نه استاد، ما با مادرشون صحبت کردیم، بعد با شاهین هم که صحبت کردیم بهش گفتم که خدا بخواد دیگه همه چی داره درست میشه. بعد استاد ما با شما کلاس داریم. با من کلاس داری؟ خب سر کلاست بیا. باشه خودت اینطور خواستی، دیگه برام مهم نیست. باید بهم وقت بدی. متاسفم وقت تموم شده. الو خانم نگار دلشکی؟ بله. من نازنین جمشیدیم. میخواستم باهاتون در مورد آقای مرادی صحبت کنم. چه حرفی در مورد آقای مرادی داریم که با هم بزنیم؟ در همون موردی که خودتون میدونید. شما مثلا بفروشید نه؟ ترجیح میدم حضوری باهاتون صحبت. باش آدرسو بدیم من الان میام. یادداشت کنید. گفتن میان دیگه نه؟ حمید که قول داد. نگارم اصلا نمیخواست بیاد. من راضیش کردم. کار درستی نکردی. اینجا نمون. نمیخوام تو رو ببینه. منم نمیخوام کسی اینجا منو ببینه. کاش اینجا قرار نمیذاشتی. ما که کار غیرقانونی نمی کنیم. اینجا هم تنها جاییه که داریم. تا هم اینقدر نفوذ بد نزن دیگه. برو تو اتاق تا من به این خانم بگم که یا باید برن یا باید خسارت بدن. دختره با نگاه قرار گذاشته. پس من میرم. کجا؟ آدرس نداریم. سر رو از نگار میگیرم. خب اصلا شاید نره. نه 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 بهش بگو حتما بره. من دنبال حمیدم میرم. واسید منم بیام. نه تو بمون. مشکل تو اینه که سرخود شدی. به هیچ کسی چی نمیگی. چرا به من یه تلفن نزدی بگی این دختر هنوز پیگیر ماجراست؟ کاری نمیشه کرد. تو داری همه زندگی تو از دست میدی پسر. خارج رفتن که اینطوری نیست. اگه به من میگفتی نمیذاشم این دختر ازت سند بگیره. کار مشکل میکنی. به نظر شما رایی هست؟ هست. اگه حرف گوش بدی. فقط یه سوال دارم. مرد و مردونه جواب بده. هنوز میخوای بری یا نه؟ خیلی شک دارم چون اوضاع فرق کرده. دکتر شریفی خیلی قول همکاری داد. اون پولی هم که دنبالش بودیم بهمون برگردوند ولی ارزشش رو داشت؟ همه چی رو نصف رها کنی؟ زن و زندگی تو بذاری و بری؟ این دیگه به تصمیم من بستگی نداره. بسپارش به من.
میدونم چی کار کنم. خب بگو چرا دست از سر شوهر من برنمیداری؟ عزیزم کسی به شوهر شما کاری نداره، این شوهر شماست که باید تصمیم بگیره بین دو راهی. بین من و شما؟ تصوراتت خیلی کودکانه است. بین موندن و رفتن و حالا نوبت توی که کمکش کنی. پس به جای مالی خودیایی شدن بهتره که به حرفای من خوب گوش کنی. میشنوم. همینطوری میخوای باسی؟ بشین. راحتم. من با شوهرت و دوستش قرارداد رسمی دارم. وکیلشونم. سند رسمیه. میدونم سرشونو کلا گذاشتی. نشد دیگه. اگه بخوای همینطوری هی وسط حرفم بپری کارمون به جایی نمیرسه ها. من حمید مرادی نیستم. پس بشین. گفتم همینجوری راحتم. خیلی خوب. پس گوش کن ببین چی میگم. شوهرتو میخوای؟ باشه. منم پولمو میخوام. پس بهتره با صلح و سازش هر کدوم بریم سر خونه زندگیمون. من از شوهرتو دوستش 15 میلیون طلب دارم که نصف این مبلغ مال شوهرتوه. حالا اگه نداره بده من خانومی میکنم و از تو میگیرم. اگر نه کارمون میکشه به دادگاه. پلیس آوردی؟ شوهرمه اومده با تسویه حساب کنه. آره؟ آره. بله بفرمایید. خوبه؟ قشون کشی کردی؟ از استاد دانشگاه بعیده که بدون دعوت جایی بره. ببخشید اگه اجازه ندید میرم، ولی مطمئن باشید بیرون منتظرتون میمونم. نه اتفاقا خوبه که اومدید، چون به حرف بچه جماعت که اعتباری نیست. امروز یه حرفی میزنن، فردا که مادرشون یا زنشون اخ کنن یه چیز دیگه میگن. خوبه که بزرگترتونم اومده. بفرمایید. شنیدم از بچه ها مطالبه پول کردی. آره مگه شما کار میکنید حقوق نمیگیری؟ چرا میگیریم، ولی کار داریم تا کار. اگه اینجوری که شما میگید باشه دزدا هم بعد از صابخونه ها پول بگیرن، چون از دیوار خونهشون میرن بالا. کار من دزدی نیستا. من نیومدم اینجا دعوا کنم خانوم. آرومتر. کار شما دزدیه. فراری دادن نخبه های این مملکت ضررش جبران ناپذیره. کسی مجبورشون نکرده. چرا؟ این جوون مجبوره، چون همه زندگیشو گروه گرفتی. مجبوره چون ازش سند گرفتی. مجبوره چون اگر پشیمون بشه باید به تو پولی رو بده که اگر میرفت اونور احیانا گیر شما میومد. پس میبینی خانوم این جوون مجبوره. مجبوره چون خواسته و زده زیرش. مجبوره چون همسری مثل تو آسیش کردین. مجبوره چون بعد حق و زحمه منو بده. منم مجبورم پول بگیرم، برای اینکه بدون پول نمیتونم زندگی کنم. فیلمشه، خودشو زده به موش مردگی. حالتون خوبه؟ شما بهتر به فکر دانشجوهای خودتون باشی. من فقط حقیقتو گفتم. بسه دیگه مسعود، اینقدر سخنرانی نکن. نامزد من حالش خوب نیست. پس حقیقت داره. متاسفانه بله، ولی اجازه نمیدن هر چیزی رو تو میخواد بگید. بیرونت کردم. میتونی خوشحال باشی. بهتون که گفتم بیفایده است استاد. بهتره بریم. شما برین خونه ما، ریحان منتظره. آره بریم. علی خه چرا؟ اگه میخوای زودتر از خونتون برم بیرون فقط باید به هم بگی چرا. تو با خدایی؟ ببین من نه با خدایی کاری داشتم و نه کاری دارم، ولی اجازه نمیدم هرچی دلم میخواد به این بگین. واقعا مریضه. یعنی اون روزی که اومده بود دانشگاه میخواست بره سراغ آقای نادری. خدای منو ببخش. حمید من بدی عذرخواهی بزرگ بدهکارم. ولی من خیلی بیشتر از یه عذرخواهی بهت بدهکارم. ببین میگم اگه مشکل نازنین فقط پوله، خب این ماشین رو میفروشیم بدهی تو میدیم ها؟
خیلی خوب، دیگه انقدر بد اخلاق نباش. چی کار کنم سرگرد؟ ما کس دیگه رو جز شما نمیشناسیم. باشه، یه کاری میکنم. اما باید وکالت رو از طریق شکایت و دادگاه باطل کرد. جبران میکنم سرگرد. خواهش میکنم. خداحافظ. امضا کنید. اینا چیه؟ تعهدنامه که دیگه کار خلاف نمی کنید. من کار خلاف نکردم. تو هم زرنگی، هم باهوش، هم زمینه خلافکاریو داری. اما من از تو زرنگتر و باهوشترها رو هم دستگیر کردم. الانم تو زندانن. تو خیلی از زندگی ها رو خراب کردی. تو داری به مملکت خیانت میکنی. چه زندگیه؟ همه چیزم رو از دست دادم. هرچی داشتیم فروختیم، جریمه دادیم. حالا باید تعهدم تازه امضا کنم. کافیه فقط یه بار دیگه، حتی شده از چراغ قرمزم رد بشین تا خودم ببرمتون دادگاه براتون حبس بگیرم. حالا پاشین، پاشین برین دنبال یه کار آبرومند. نگار، نگار پاشو مامان، حمید اومده دم در دنبالت. پاشو، دیرش میشه پرواز میره ها. نگار پاشو مامان، اومده خداحافظی، خوب نیست نری. باشه، بهش بگین صبر کنه، الان میرم. باشه. چه خبرته بابا؟ دست گذاشتی رو زنگ؟ خب خواب موندم، یه خواب چرتی هم دیدم، اعصابم ریخته به هم. تو همیشه از این خوابو میبینی. خیلی خب، بریم. میشه بپرسم چه خوابی دیدی؟ خواب دیدم شما تشریف بردین خارج، البته با خانم نازنین. نذاشتین دیگه، مگه اینکه این چیزها رو تو خواب ببینی؟ انقدر بهم غر زدی که پشیمون شدم. حمید، خیلی وقیحی. خوشبختی عاشق ته قصه بمون پیشم، تو فانوس منی امشب، بری تاریکتر میشم. کجای آسمون صافه، نه این آغاز بی جا، نموندن های بی حاصل، نرفتن های بی هنگام. امروز تو محتاجم به حالی که تو میدونی، اما بدجوری دلگیره، نرا بی چتر و بارون.
قصه تو دنیای خیالم باش عزیز روز و شب با من پناه ماه و سالم باش.